تماشاش هم بنویسیم. نه قبلا حالا فیلم های پی‌اچ‌پی رو دیده باشید میدونید که مثلا من میام اینجا یه فلگ میذارم مثلا برم تو، یا اگه طرف اومد اینجا و اطلاعاتش وجود داشته باشه این فلگه رو بکنش فالس، و اگر هم اطلاعاتش وجود نداشته باشه انتهای فوریش میام میگم برمیگردم میگم فلگ مساوی باشه با تو رو و بیا و یه دونه سشن هم مقدار فوت رو قرار بده، اسمش رو هم میتارم رانگ و برمیگردم میگم که نام کاربری و کلمه عبور شما اشتباه میباشه و در از چه ریترن میکنم ریدی آیرکت مقدار روت مقدار ادمین لوکی برو تو اینسا. خب بریم یه تستی بگیریم دیگه. اچه قبلش من یه سکشن هم اینجا بذارم کلاس کل شیش آفست سه و یه بیجی دنجر و یه تکس سنتر یه کنترول ایکس اد سایدیف و سشن رانگ و به این شکل این رو اینجا قرارش بدیم و در نتیجه هم اینجا بیاید نصف توی یه دونه H5 H5 قرار بدید و برگردید H5 رو و اینجا برگردید بگیم سشن مقدار رانگ رو آنمش بود. اگر اطلاعات وجود نداشته باشه یا همچنین لوگینی وجود نداشته باشه میتونیم ازش استفاده کنیم. خب برگردم مقدار لوگین رو بذارم و خب اینجا نام کاربری یه کلمه عبور اشتباه رو قرار داده. خب من اینجا فرض میکنم از 1, 2, 3, 4, 5, 6 و میذارم میبینید که این نام کاربری کلمه عبور رو برای ما قرار داده. حالا اینا باید نالش بکنیم دیگه، بعد ببینیم به چه صورت میشه نال کرد. خب من الان اشتباه زدم و نذاش وارد شم. خب اینجا من اومدم پاک کردم اینو اطلاعات قبلی رو، بیایم اینجا من اومدم از هش میک استفاده کردم. خب یه تابع دیگه دارم به نام شوان، من شوان استفاده بکنم یا حالا فهمیدی که هش هستش به چه صورت، و این هم میام پاکش میکنم و این رو هم مقدار شوان استفاده. خب و حالا میخوام برم اینجا تو رجیستر دوباره رجیستر کنم، بیام اینجا به طور مثال همون تو رجامی اینجا یه عددی میذارم و یه عکسی میذارم، هر رجیستر رو میذارم به طبیعت هم بسازه شوان هم همکار رو میکنه. میبینید که اومد همکار رو انجام داد برای ما رمز گذاشت. این هم مقدار انتهایش در واقع مقدار 85 هستش. من میبینم تو لوگین الان این مقدار رو زدم، یه میدونم رمزم چیه، رمزم رو میزنم. خب اگر اشتباه باشه که حالا مثلا بزنم 1, 2, 3 میاد اینجا، اگر سالم باشه یعنی من رمز رو بدونم و بزنم ببینید چی شد، در واقع اومد تو این صفحه. خب درسته دیگه، من رمز رو درست بزنم میاد کجا، میاد تو این صفحه. خب و اومد تو هدین پنل. حالا من میتونم برم تو پنل سشن رو دارم دیگه، سشن رو سیف کردم، سشن مقدار اسمش بود ادمین، الان باید اطلاعات منم داشته باشه. میبینید تو رجال میدون در واقع آورد. حالا هر ادمینی باشه یاد این مقدار برای سشن ست میشه و مثلا فول نیمش حالا هرچی که هست. من اینجا اگه دقت بکنین مقدار چی رو بهش پاس دادم، این هاش ببینید فول نیم میاد رفته میشه تو این قسمت و هم میتونه استفاده بکنه. خب و در نتیجه ما بیم یه حالا ادمین رو ما تقریبا نسبون تقریبا کاملش میخواد بکنیم، یه تو این قسمت پنله من یه لاگاوت هم بذارم، یه تگ ای هم بذارم مثلا اسمش رو بذاریم لاگاوت لوگاوت و بفرستمش توی مسیری. حالا رود از کلاس من رو میذارم ادمین لوگاوت. خب لوگاوت رو ببینید اینجا مینویسید، خیلی بزرگش بزرگ شد، خیلی بزرگتر از این حرفا میشه، ولی خب فعلا میگه چون خیلی از چیزا رو من نذاشتم اسمش میذارم ادمین لوگاوت و میام اینجا برمیگردم میگم ادمین داشت ادمین کنترولر مقدار لوگاوت و در نتیجه مقدار نیم ادمین
این لگات. خب لگات شما اینجا کپی کنم، اسمش هم که ادمین لگاته. میام اینجا در نتیجه ببخشید پابلیک فانکشن مقدار لگات و مقدار اینجا فقط باید اطلاعات قبلی از بین بره، یعنی تو سشن ها که از همه اطلاعات هم. شما میتونید بگید سشن مقدار ببخشید مقدار سشن مقدار چی داشتیم برای در واقع پاک کردن که میومد در واقع پاک میکرد. میتونید از پوش استفاده بکنید، میتونید از فلاش استفاده بکنید، میتونید از فورگت استفاده بکنید. تمام اینا رو من گفته بودم برای پاک کردن ها که توی فلش میاد استفاده میشه. باز میتونید از ریموو استفاده بکنید بیاید پاکش بکنه. خب یا میتونید حتی بیاید سشن اسمش رو بدید بیاید مساوی نال قرار بده، اون دیگه دست خود حالا هر کدوم رو که دوست دارید. میتونید اینجا نها کنید برگرد بگید پوش کن پول در واقع خدایا بیاید و پوت که ما قرار دادیم پوش در واقع بیاید برش داره، یا بیاید از فورگت استفاده بکنید میبینید که در واقع کی رو داره میده، میتونید ازش استفاده بکنید. من میتونم بیام از پوش استفاده بکنم ببینم کار میکنه یا خیر. بیاید اینجا بگید مقدار ادمین رو بیا پاک کن برای ما و مقدار رانگ رو هم بیا پاک کن رانگ رو اینو کار میکنه یا نه، و در نتیجه ریترن و ریدایرکت کن مقدار بیا تو این صفحه و در نهایت بری تو قسمت کجا بیاره بیرون دیگه لوگ ادمین لوگین. وقتی که لوگ آوت رو زد بیاره تو این قسمت اینو کار میکنه یا نه، اگر کار کرد که کرد نکرد میان مقدار فورگت رو بهش میدید در واقع برام پاک بکنه. من فکر کنم پوش کار میکنه. من اینجا رفرش رو میزنم و این لوگ آوت رو بزنم میبینه میره توی متد لوگ آوت و در نتیجه برمیگرده میگه که پوش بذارید ما خدایا فلاش هم هست در واقع فلاش هم اگر بدیم بذارید نه فلاش همه سشن ها رو پاک بکنه. میتونیم از این دستور استفاده کنیم بگیم که هر چی سشن هستش رو پاک کن دوباره سشن رو در واقع بیا ایجاد کن، این هم میتونیم استفاده بکنیم و بذاریم نجه فرج بزنم ببینید انداخت بیرون تمام اون اطلاعاتی اینجا هم بودش در واقع باید پاکه ولی دیگه سشنی وجود نداره. خب ولی سشن فورگت هم هست ریموو هم هست. فورگت بیاید اسماشون رو بدید یا ادمین مقدار بعدیش هست رانگ در واقع در وقتی میزنه بیاد این سشن رو پاک بشه. اول رانگ رو اینجا میذارم. حالا اینجا اگه اطلاعات رو مثلا اشتباه بذارم در واقع نمیتونه وارد شه، میگه نام کاربری اشتباه خود میمونه اینجا دیگه بس سشن از بین بره. من اینجا حالا میذارم عددی که باید وارد بشه وارد میشه و الان اینجا وجود این همین سشنه. من لاگ اوت رو بزنم میبینید که اطلاعات در واقع سشن ها پاک شده. خب این هم یه دره فورگت و ریموو میتونستم در واقع بیام پاک بکنم، فلاش هم کل سشن ها رو پاک میکنه دیگه خودتون میدونید. پوش ببخشید خدای پوش میومد شبیه به چیز عمل میکنه در واقع شبیه به پوت عمل میکنه، از پوش استفاده نکنید برای پاک کردن، اشتباه کردم. خب اینم به این شکل ما یه پنل ساختیم که میتونه اینجا بیاد به چه صورت باشه پنل ادمین شما باشه. هنوز من چیز رو نگفتم اسم خوبی داره، هنوز میدلورا رو یا میان افزارا رو نگفتم، اگر بگم این رو میتونیم خیلی تکمیل ترش بکنیم و میذاریم برای جلوتر، هنوز نگفتم چون اینو فقط برای یکی از بچه‌ها که در واقع خواسته بود که بدونیم به چه صورت هستش براش پیاده سازی کردم و تو فیلم هم برای شما گرفتم که متوجه بشید که خودمون میتونیم حتی آس رو بسازیم خیلی هم راحت میتونیم بسازیمش، خیلی حرفه‌ای میشه ساختش، حالا به زمان حرفه‌ای ترش خسته نباشید.